به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بیننده های عزیز، هموطنان گرامی، وطندارای نهایت مهربان، خواهرها، مادرای نهایت عزیز. امیدوار هستم که در هر جای هستین جور و صحتمند سرحال باشین. دوستای مهربان، ما علی نقی شریعتی، مسئول چینل پیمان جاغوری، امروز از مسیر سرک جاغوری الابیسود در خدمت شما خوبان قرار دارم و خواستم که امروز از پیشرفت سرک جاغوری بیسود خدمت شما دوستا و بینندای همیشگی یک گزارش و یک ویدیو بگیرم. امیدوار هستم که گزارش از ما برای شما خوبان مفید واقع شنه. دوستای محترم، امروز روز دوشنبه تاریخ 26 سرطان 1402 برابر است با عبد جولای 2023 که امروز خداوند توفیق داد بایم در سرک جاغوری بیسود خدمت شما دوستان و بیننده های همیشگی یک ویدیو و یک گزارش بگیرم که کار از این سرک چقدر پیشرفت داشته و در کجا رسیده. دوستای محترم، امروز که روز دوشنبه ما امدام در این منطقه که کار سرک جاغوری بیسود خوشبختانه بسیار پیشرفت خوب و عالی داشته. البته دوستای محترم، ما از آغاز سرک کش روشته بود ما ویدیویش گرفتم، اما تا در موترم امدام در طرف اسکواتورم ویدیو گرفتم، در حدود 9 دقیقه یعنی کار شده که ما در موترم دوم 9 دقیقه سرک کار شده. البته خب بعضی جایایش مشکلات خود رو داره، البته بعضی جایایش چوقه یا سنگ کلانه، اونا نیاز به جیکمر داره که باید از جیکمر کندش نه و را امو به طور معیاری که انجینیر صاحب نجیر نقشه کده باید امو قسم کار شونه. دوستای محترم، ما یک بار دیگه او دوستایی که تازه به چینل از ما پیوسته و از این را اطلاعات خوب نداره که این را در کجا کار میشه، از کجا به کجا کار میشه، ما یک بار دیگه هم خدمت شما دوستا و بینندای همیشگی را یادآور میشیم، مگیم که این سرگی که کارش آغاز شده دوستای محترم از منطقه لاله‌خیلی به یک خدایداد جاغوری از اینجا آغاز شده کارشی به سمت ولیاتو. دوستا و بینندگان عزیز که از این راه اگر رفت و آمد داشته باشه یا رفته باشه قبلا، بسیار متاسفانه راهش تنگ البته نیاز به کندنکاری بیشتر دارم، مخصوصا داخل منطقه ولیاتو که قریه به قریه وصل شده دیگه این بسیار تنگ دیگه، نیاز به کار دارد. دوستای محترم، کار سرک جاغوری بیسود از این منطقه که خدمتشون گفتم آغاز شده، مدقم مورد تا منطقه ولیاتو کار میشه، از منطقه ولیاتو تا منطقه شغله و منطقه ششبر که در خود منطقه ششبر هم در پایین تر از زیارت شابابای ولی در اونجا هم خوشبختانه یک پولچک و یا یک پول در اونجا هم تحت آب گذاری شد یک ماه پیش. در دوستای عزیز اگر ویدیویش سعی کده باشن که او پول هم دقیقا اندمی مسیر سرک جاغوری بیسود قرار داره که در اون قسمت هم آب می آمد، نیاز به یک پول داشتیم که اونجا خداوند خیر بده، یک خیر و یک سادات محترم اونجا را مبودجه از او را کلن قوارده گرفتن و او پول را اونا می سازن که فعلا کارش هم جریان داره. بعد انشاءالله این کار سرکی از منطقه ششپر عبور کرد مورد منطقه خاکباد و پشتبام و پشتبام و همچنین منطقه ناهور وصل میشه، مطبع تا ولسوالی ناهور رو خلاصه مطبع قریه و قریه
این سرک ادامه پیدا نه تا منطقه بهسود که ما متاسفانه از ولسوالی ناور و بعد همون منطقه و یا قریه‌جات چه خوب بلد نیستم. این نامایش را خدمت شما و بینندگان میشگی یادآور میشم. دوستای محترم این سرک طولشی 170 یا 174 کیلومتر طول داره این سرک، یعنی از این جایی که شروع شده تا ختم از این کار از این پروژه را 170 کیلومتر طول از این سرک و عرض از این هم بین 6 تا 8 متر که انجینر صاحب محترم نجیر این را نقشه کردن و سروی کردن همراه همکارای عزیز خود که چند روز پیش یک سری آنها رفته بودن تا بهسود را که سرک را کلن سروی کرده و نقشهش هم پیش انجینر صاحب نجیرن اونا دستور از اونایا که سرک از کجا کار شونه و از کجا باید سرک عبور کنه. که ما این را خدمت شما دوستان عزیز گفتم که سرک از منطقه جاغوری شروع شده تا منطقه بهسود انشاءالله با کمک از شما خیرین و دوستا و مسافرین گرامی این کار میشه که انشاءالله اگر کمک و همکاری کنین این پروژه حیاتی را دیگه کار از این با امید خدا آغاز شده و انشاءالله کار میشه. دوستا و بینندای گرامی و او دوستایی که مخصوصا از این راه رفت و آمد کرده باشه یا یگان موقع از این سمت رفته باشه مخصوصا در زمستان و یا غیر از زمستان، دوستایی راه بسیار بسیار یک راه خوب، راه نزدیک که چندین ولسوالی را با هم وصل مونه، یعنی شمال را به جنوب وصل مونه، چند ولایت را با هم دیگر وصل مونه و چندین ولسوالی را با هم وصل مونه و ارزش از این راه بسیار بسیار زیاده. کار زیاد داره که دو طرف از این راه بسیار درخته و زمین زراعتیه که انشاءالله اونا باید کار شنه و اصلاح و همچنین در منطقه شغلم مشکلات خود داره و بعد از او در منطقه ششبر و ناهور کار از این بسیار خوبتر میشه و یعنی زحمت چه کمتر میشه. دیگه دوستای گرامی در کل این راه بسیار حیاتی و راه بنیادی بلید ما و شما که چندین ولسوالی و ولایت در خدمت مست کنید که با هم دیگر وصل مونه و نیاز نیست که ما و شما مثلا از اینجا بریم به مثلا میدان وردک و سمت جلریز بعد بریم سمت بهسود و بامیان. اگر این راه به کمک شما خیرین و دوستای گرامی جور شنه میتونه دوستا از اینجا راحت سفر کنند در سمت بهسود در بامیان و غزنی و دوستایی که از سمت مالستان باید در ناهور از ناهور میتونه راحت باید در جاغوری و از جاغوری میتونه راحت بره در ناهور. پس این راه بسیار حیاتیه دوستای گرامی، انشالله که این راه شدیداً نیاز به کمک و همکاری از شما خیرین و دوستای گرامی دارم. دوستای محترم فرق نمنه، هر دوست هر عزیزی که در حد توان کمک داشته باشه 1000 2000 5000 10000 هر قدر که باشه بتونه قد از این راه نظرات و صدقات اگه داشته باشه انشالله در ایران میرسه و این راه بسیار راهیه که بر روز هزاران نفر از اینجا رفت و آمد داره و خیلی از مشکلات های مردم از اینجا رفت میشه که بر روز چندین مریض از اینجا رفت آمد میشه که تداوی برده میشه و خیلی کارهای دیگه ای که مردم داره خلاصه اجرا میشه بسیار ثواب داره. پس ما عاجزانه از تمام خیرین و دوستای عزیز تقاضا مندیم که دست از مورد بگیره در این پروژه حیاتی و بنیادی که انشالله هر مقدار که انشالله کار شد کار شونه و بقیهش هم انشالله در سالهای بعد کار شونه. و یک دوست و برادر عزیز از ما کامنت داده بود که شما با یک بیل از اینجا میخواین تا بهسود رو کار کنین. دوست محترم این بیل را فقط فعلا که آوردیم فقط فعلا یک خیر و یک دوست گرامی از ما کمک کردن که ویدیویش هم انجینر صاحب نجیر نشر کردن که مبلغ شده یاد از ما نیست چقدر کمک و همکاری کردن. دیگه فعلا ما مشکلات بودجه داریم، همی برادر محترم که آقای رضایی که مسئول اسکواتور هم خلاصه ریسک کردن همدن در منجی کار را آغاز کردن و کمک از شما خیرین و دوستای عزیز گفتن ما تا یک ماه را کار مونیم
اگر خیرین عزیز دست ما را گرفتن کمک و همکاری کردن که ما کار را ادامه میدیم، و اگر دیگه دست ما را نگرفتن یا مثلا کمک و همکاری نشد، ما ناگزیریم که کار را تعطیل کنیم. بنابراین ما خواهشمندیم که انشاءالله دست از ما را بگیرین و ما را در این پروژه عملمندی یاری کن تا باشد که امروز مشاهدی افتتاح از این را باشیم که بتونیم تمام هموطنان را رضای از ما از سمت شمال به سمت جنوب از این را بتونه که عبور کنه و رفت آمد داشته باشه. خداوند به تمام شما و دوستای گرامی توفیق بده و ما از این رای دور و از این رای مسیر جاغوری به سود دسته های تمام خیرین را به گرمی می فشارم و منتظر کمک های تمام شما خیرین خواهران مادران محترم هستیم. انشاءالله شماره واتساب از مود از زیر ویدیو درج نوشته یه. اگر کدام کمک و همکاری داشتین انشاءالله قد از مود تماشین و مو کمک شما را که امروز گرفتیم میریم اینجا مسئولین محترم تحویل میدیم و ویدیوی تاییدش را خدمت شما عزیزان رایی بنیم. و مخصوصا ما از تمام برادران بیسود خود، از تمام برادران ناهور، مالستان، جاغوری و تمام اقوام شریف افغانستان خواهشمندیم که مورد ای را همراهی کنن و کمک کنن. تشکر از اینکه با حوصله مندی تال ویدیو از مو خیلی کدینی بود برنامه امروزی از مو. اگر خواستین دوباره مو از این سرک بلدشون گزارش بگری لطفا در کمین نظرات و تقادات پیشنهادات بلدیز مو نوشته کن تا مو دفعه بعد بیتینیم برنامه خوبتر را برای شما بگیریم و اجرا کنیم. تشکر. تا ویدیوی بعدی همگی شما بر خداوند یکتا می سپارم. الله یار و نگهدارشون باشه. خداحافظ.